د دې ځنګړي مرکې لپاره ډېر زیاته مننه ری صاحب. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند، ورپسې بیا د زرګونو دیني عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مراد تاسو نه او د ازادي رادیو نه مننه چې ما ته دا فرصت راکړ چې وطنوالو سره خبرې وکړم. لومړی تاسو څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر لري. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درسره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلل، او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وګوري. بلعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل، او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځانې وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري، او دا ثابته سوله چې ټول له جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سوي. ولې؟ اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. درېیم، منطقوي اجماع راغلی تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لرئ، نو زه هم دومره پر دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلی ده. او پنځم، بین المللي شرایط ته مو اماده کړي دي چې سولې ته په مخه لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث، او د ولسمشر په حیث، او د اعلی قواو سرقومندان په حیث، اما دا زه ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره وي، هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي. تشکر رئیس صاحب. گروه طالبان خواست صلح حرکت مردمی و همچنان علمای افغانستان را رد کرده و نشست عربستان سعودی را یک نشست فرمایشی خوانده. اگر خدا نخواسته این تمام حرکت ها و تلاش ها نتیجه ندهد، دیگر گزینه ها چیست تا طالبان یا مجبور شوند یا تشویق شوند در پروسه صلح شامل شوند؟ تشکر. اول، کی به نمایندگی طالبان صحبت میکنه؟ امروز یک سوال است. امروز طالبان نه امرای قوای بین المللی مصادف هستند، نه امرای حکومت وحدت ملی. طرفشان علمای افغانستان، منطقه و جهان است، و طرفشان مردم افغانستان. حالتی که مردم افغانستان و علمای کرام افغانستان خود بی‌طرف می‌دانستند ختم شد. و علمای افغانستان چی خواستند؟ تشدید جنگ نخواستند، صلح خواستند، یک صلح واقعی خواستند. بنابراین اگر طالبان، یک ایده محدود طالبان فکر میکنند که هنوز شمع مشروعیت دینی دارند، ای ختم شد. اگر جنگ خدای ناکده دوام میتن، ای به حیث یک حرکت سیاسی نخواد باشه، به حیث یک حرکت ضد ملی خواد باشه و ایج ضرورت بازه است. نقطه اساسی ایست که امروز طالب مخاطب ماست، طالبی که مجبور شده سلاح برداره، طالب دارای فکر است، افغان است، و اوربند ثابت کرد که اینا آرزوی عزیره دارن که بار دیگه هم وطنهای خود یک جا به یک جهت بریم.
مسائلی که مورد اختلاف بود یکی بعد دیگه دور شد. به شمول نقش خوای بین‌المللی که با وضاحت ایرا گفتیم که جزء مذاکرات خود بود. رد معنای رد کامل نداره. مثل عزیز که وقتی که درخواست عروسی میکنین فامیل عروس بار بار نمیگه. او در حقیقت انشالله تعالی به آخات رسیدیم. خغل ولسمشر په دې ورسېو کې لوړپوړو پاکستانی مقامات او کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟ مننه. یوازنه میار دشمن و عمل ده. موگ نه دائمی دخمنان لرو، نه دائمی دوستان لرو. موگ دائمی ملی گتی لرو. او ایموگ عرضو داده چه دری بوده دیم ایموگ روابط لپاکستان سره یو بل نبیلسی. یو داده چه افغانستان و پاکستان با چنگ ده دوا گوانده یو مملک پایس باندې حسنه روابط ولري. بل موږ نه پاکستان کولی شي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي. بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږو. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ لرو. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا 25 کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبانو منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپله انزوا تځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین المللي اجماع په افغانستان باندې و. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین المللي ټولنه کې؟ نو دوی ګټې دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي. او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموک دریز داده از طالبان مستقل دی، باید خپل مستقل تصمیم ونیسی. اما پاکستان دیتا لازم میده چه پا سم مسیر بانده برسته اوکی. در ایمه مسئله داده چه توریزم یاو افراطیت یاو لوی خطر ده. زده پاکستان ولسته تسلوه او سمولی دل چه دایش نه یوازه ده افغانستان انتخابات بانده بریدونه کهی، ده پاکستان انتخابات بانده بریدونه کهی. دا شوم پدیده او شبکه باید په مشترکه توګه ارزو. په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللی یو، عمل غواړو. زه نه امیدواره یم نه ناامیده. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی به په لاس راسي. شما در ایجاد اجماع منطقوي و جهانی موافق هستید؟ شک ندارم. اما در مسئله ایجاد اجماع ملی در داخل کشور در مسئله صلح شکوک و تردیدها و حتی انتقادها وجود دارد. به نظر شما رئیس کدام موانع و مشکلات در راه ایجاد اجماع ملی در داخل کشور است؟ گذشته شپ اشت سور و بعد از او شپ داخل شدن طالبا در کابل واقعا یک مسئله جدی است. عرض ما است که تشویش هیچ قشر افغانه، هیچ بخش افغانه را ما ندیده گرفته نمیده. بین دو چیز تفکیک کنیم. برای آوردن صلح اجماز بالای قیمت صلح اجماع نیست و از این جهت ملک ما ملک مشوره است، ملک شورا هست.
و از این جهت مشوره دوامدار در خاک ما ضرور است. تمام والی سیبار مزحمت دادم، کابل تشریف آوردن، هر کدام از اینا را ما با 15 دقیقه یک به یک دیدم با بیکسه و بعد از او مجالس طویل هم رشون دادم. در 23 ولایت افغانستان بررسی نهایت مثبت بود. در 2 ولایت افغانستان خطرات کافی وجود داشت، چون در ولایت ها جنگ تازه بود، نتایج نداشت و مردم تشن. و در ولایت باقی مانده 8 ولایت یک تعادل بین بیم و امید بود. همه از اینا رو باید جدی بگیریم. یک مملکتی که در 40 سال در جنگ بوده باشه و تغییرات ناگهانی را تجربه کرده باشه، حتما تشویش دارم. نقطه را که من به ملت عظیم افغانستان میگم که این پروسه صلح شبیه با پروسه صلح دکتر نجیب نیست. اجماع منطقوی، اجماع جهانی، اجماع ملی در قسمت جهت ما را اطمینان خاطر میده و ما اقدامات عجولانه نکردیم. اقدامات ما با تدبیر بود و آتش بس یا اوربند یک تجربه محدود بود که نتایج اساسی داشت تا ما بتانیم به اساس از این. طور مثال یک تشویش واضح وجود بود که آیا ورود طالبان که هیچ کس توقعش نداشت به این مقیاس، خدای ناکده موجب از این نخواد شد که یک ستون پنجم تعبیه شد. این رقم تشویش ها مدیریت میخواد و قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین اراکین ملکی ما باید تمام تشویش ها را جدی بگیرم و مخصوصا ما تشویش ها را. من فکر میکنم که با تدبیر، با مشوره دوامدار و با حرکت متداوم ما پیش رفتیم. تشویش دهی بود که فکر کردن پشت پرده کدام موافقه شده فردا کارای خود شد یا تغییرات خود آمد، خدای ناکده موجب نارامی شد. این ضرور است که ما اطمینان بدیم مردم که در حالی که فضای بسیار مساعد آماده شده، پروسه صلح در یک روز نمید. اقدامات دیگه بکار است، اقدامات که هم شجاعت اخلاقی داشته باشه و هم مدیریت تشویش ها را به صورت اساسی داشته باشه. د سعودی عربستان په غونډه کې د ایران نه موجودیت او د پاکستان لخوا د یو کس استول څه پیغام لري؟ آیا د پاکستان او ایران له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه او هڅې مؤثر ثابتېدای شي؟ لومړی موږ خاتم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان واقعا منکو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس نه، ځکه دا یو بېساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوې دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بلعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو او ایران د شنګهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ یې کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکت ونه کړ. مقصد دا ده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر دا ده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره دا ده
چه هر څوک چه هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شانګهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزی، او یا به خدای ناکړه د تروریزم او دهشتګري مرکزی. انتخاب هم څوک کوم ده، او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزی آسیا سره کړی دی بېساری ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راه سي او اوکراین چې څومره مخه لاړ سي. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسې ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟ لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حد حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپین ږیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسوي او ویره واچوي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي دي. په اول مرحله کې دا عملیاتونه موسمی وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کیږي. اماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه کوو. دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړ. جوزجان کې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو او بیا راځم تر چې طالبانو سره سوله ونیسي، دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو، او یو شی د ننګرهار اوربند ثابته کړم. طالبان راغلل قصر ته، والي صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل و چې ووتل چا برید وکړ، ام طالبانو باندې، ام امنیتي قواوو باندې، او ام ملکي وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې ټول ته تسلیت وایم. دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده ده، او افغانان انشاءالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسایل حل کړو، د پردي مسله بیا انشاءالله په مراتب ډېر. تشکر جناب رئیس صاحب. شما در این اواخر به امر شما بعضی از قماندان های محلی و قماندان های گروه های مسلح غیر مسئول بازداشت شدند. مردم عام تایید میکنند و همچون میگن که این اقدام نیک است، اما بعضی از حلقات سیاسی و یا مخالفان حکومت این را یک رنگ دیگر میدهد. میگن که رئیس صاحب جمهور از این طریق کمپاین انتخاباتی میکنه و شخصا شما را متهم میسازه که از این طریق مخالفان سیاسی تانه از صحنه برمیدارین. نظر شما چیست رئیس؟ نقطه اولی است که هر اقدام به امر څارنوالی افغانستان صورت گرفت. هر بار ده ها هیئت ها روان شد، ما کسی نیستم که از قوه در مرحله اول استفاده کنم. کوشش اساسی میسته که خون بسته شد. هیئت های متعدد رفتن، تحقیقات متعدد شده. مردم اصلی ما کیستن؟ مردم عام هستن یا نیستن؟ خواص همیشه در هر جامعه اقلیت هستن یا اکثریت؟ و شما خودتان ذکر کردین که مردم از استقبال کردن. چرا؟ چون این مردم غیر ناامن ساختن. اگر اولاد مردم از طرف از اینا اختطاف میشه، اگر خانهشان تخریب میشه،
اگر مالشون از پیشان گرفتن بشه، مسئولیت یک رئیس جمهور منتخب که به قانون افغانستان، اساسی افغانستان متعهد است و قسم خورده که قانون اساسی افغانستان تطبیق میکنه چی باشه؟ دوم، آیا برنامه انتخاباتی ما چیز دیگه بود؟ مردم چرا به مرای دو؟ از خاطر از این که از در و زور دفاع میکنم یا از حقوق مردم دفاع میکنم؟ نقطه اساسی مخالفین ایست که آیا یک ملت هستیم و یک دولت هستیم و در داخل نظام اختلاف نظرات و طرحهای مختلف برای بهبود وضعیت مردم خود را هم میکنیم یا مخالفت از خاطر مخالفت است؟ اگر مخالفت از خاطر مخالفت است و فکر میکنن که دستشان از گلون مردم گرفته میشه، در او بخش ما افتخار میکن. اما اگه ترتیب نظریات معقول طرحهای دیگه داشته باشن، ما بارها صدا کردیم و بازم صدا میکنیم. هر کسی که در افغانستان مطرح است ما برش احترام داریم. ما مقابل زینا اقدام نکردیم، ما هیچ کس فحش ندادیم، به هیچ کس توهین نکردیم، اما اینا به صورت دوامدار میلیاردها فحش. این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که حوصله داشته باشه، اما وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که خواسته ملت خود با قاطعیت و با جرأت عملی کنه و مایر عملی میکنه. ایره کمپاین میگه وظیفه رئیس جمهوری چیست غیر از اینکه فضا را تغییر بده؟ آیا فضای گذشته با یه افراد غیر مسئول مورد قبول ملت است؟ بیاین از ملت رای گیری کنیم، آرزوی ملت ببینیم. هرچی که اکثریت ملت گفت ما خود تابعه اون میدم. من رئیس ارستی پختنه بداده چه در افغانستان در ولسم شرفتوگا پوسنی امنیتی وضعیت که او در انتخابات و در قلوه کمیسون ظرفیت تا پاپام، تاسو شخصا فکر کوی انتخابات ممکنه دی؟ بله، نمره داد سی او گوری ایله داد سی طول تصابت سوی چلو کالا مخکی اکثریت دی مطلق دی مبصرین و نویر داخلی و خارجی چه در افغانستان اردو خدای ناکده بابو پاشلس نن کماندوم دو چند سو دو چند که دو کده اوائی قوه هم دری چند که دو کده اوائی قوه دی چاپ نظر که گرزیده چه بیا به افغانستان که مو تیاری والوزی بقا دی افغانستان خطر که نست. زوز پا جرات در طویل هستم چه هاگه ملاتر چه مو معظم بولس کرده لمقل امنیتی دفاعی قوه نه واقعا دی بیارو موجود. دوم، دی انتخاباتو دی امنیت نیوله دی پارا مو خاص تدابیر نیوله ایسو، مگر عمده ترین خبر دی انتخابات دی ولست. ولست دی افغانستان ثابت کرده. ملگرو ملتو ویلی که 4.2 میلیون افغانان ثبت رایو که دا کافی ده. دو چند سو. نو خبر پا ولست کده. خبر پا دی کده چه اغا افراد و چیزان کاندید کردی ولست به انگیزه ایجاده که او فضل خدای کافی افراد و زان کاندید کردی. اما وظیفه داده چه ده مستقل انتخابات کمیسیون ملاتر رو کن. ما دوی سر فردی ندیلی دیلی او بدون ده شایدان نه میو سرکت نه نده کردی چه واضح توگه وزی او انتخاب پیج ما وصوله، ما انتخاب نکرد. دکتر سب عبدالله، قاضی القضات سب، لوچار انوال سب، رئیس آشمزای سب پول که ناستلی و استاد دانش او پی اجماع بانده دوست. ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجموعی تا ترچه اجماع اوسی او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نه خاصن ما گوختنه داده چراتون که در افغانستان سیاسی عذاب بوری منسجم عذاب چه دی برنامه پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی، اما عذاب واسی دی اساسی قانون که واضح ده احزاب باید ملی وسی دوی قومی یا سمتی اهداف پوره تمرکز نسی کوله، او دوم دوی باید مسلح قوه و نلری، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوه سی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود له چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گده پا اتفاق بانده دا که دیست. عرض می‌زدم بیل انتخابات نه
د نظام مشروعیت سوال لاندې راځي. او که موږ غواړو چې ځان ته او نړۍ ته او منطقې ته او اسلامي نړۍ ته ثابته کړو چې اساسي قانون هم مانا داره ده، ایمو اصول و قواعد دي، نو باید انتخابات باندې واقعا تمرکز وکړو او بخیر به دا ترسره ورسو. ډېر زیات مننه. بخیر اوسئ.